وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. بفرمایید. زنده باش آقای دکتر، متشکرم به خاطر وقتی که میذارید. ممنونم ازتون. من از لندن مزاحمتون میشم. قبلا هم با شما دوبار تماس گرفتم، بار سوم هم در طی 5 سال. آقای دکتر من یه مشکلی دارم که بذار ببخشید، من شما رو بلنگو که نیستی چون صداتون یه ذره از راه دور. من با اسپیکر بودم برداشتم برای خیلی بهتر. خواهیش کنم بفرمایید. آقای دکتر من فرزند اول یک خانواده 5 نفره هستم و الان 8 ساله دارم با کسی زندگی میکنم که ایشون فرزند ششم از 10 فرزند هست. در طی زندگی که با ایشون در این 8 سالی که داشتم، میشه بپرسم چند سالتونه شما و ایشون؟ بله من 40 سالم هست، ایشون 35 سالشه. من 5 سال از ایشون بزرگترم. من در لندن زندگی میکنم. چه مدتی شما انگلستانید؟ من 11 ساله. این آقا ایرانی هن؟ غیر ایرانی هن چی هن؟ ایشون ایرانی هستن. آگه چه مدتی است ایشون در انگلستان هست؟ ایشون 9 ساله. اوکی. و به من بفرمایید هر دو چی خوندی چه میکنی؟ ایشون 9 ساله هستن، بعد ما 8 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم. اوایل آشناییمون بود، من با ایشون زندگی کردم، ایشون گفت که من جدا هستم و با یه دختر خانم بودم به مدت ها، به من خیانت کرده و رفته. و من در اوایل رابطه متوجه شدم ایشون با یه دختر خانم حالت نامزد هستم، قول دادن برن با ایشون ازدواج کنن، عقد کنن. بعد این هاشا کرد که نه، این دختر به خاطر اینکه بیماری ناراحتی قند داشت، یعنی انسولین تزریق میکرد. من هر موقع میگفتم نه، دخترم خیلی سنشون موقع کم بود، یعنی از سن 16 سالگی با این بود به مدت 3 سال. بعد این دختر نمیدونم اینجوری میشد و من از این دختر خانم کجا زندگی میکنن؟ این دختر خانم همون در ایران بودن ولی با ایشون در رابطه بودن. من بعدها فهمیدم و به خاطر این مسئله من با ایشون یعنی کات کردم، گفتم به خاطر اینکه تو به من دروغ گفتی، تو با یه نفر در ارتباط بودی در همون زمان. در اون روزی که من با این کات کردم، همون روز این تو خونه من بود، این شخص به من گفتم من میرم کنار دریا، رفته بود کنار دریا. همون روز یه خانم رو با خودش برده بود، زنگ زده بود به دوستش که میشه کلید خونت رو بدی. اون دوستش فکر کرد من همراهشم، گفته بود فلانی همراهته، گفته بود نه یه خانم دیگه. اون شخص من گفته من شرمنده، من کلید خونم رو به تو نمیدم. یعنی من فهمیدم دوباره یه خیانت دیگه به مدت 3 ماه. در طول 3 ماه من که اینو فهمیدم به مدت 6 ماه رابطه من رو یه شهر دیگه کلا کات کردم باهاش. بعد متاسفانه میخوام بگم به خاطر حماقت خودم، ایشون پدرش فوت کرد، سومین روز پدرش بود، یه آدم بسیار متدین و مذهبی هم هستن، برگشت قسم خورد، دستش رو قرآن گذاشت که من فکر کردم من حقیقتا موقتا خواستم با تو باشم، الان دل بهت بستم و اشتباه کردم و اقرار کرد اشتباه کردم و دیگه تکرار نمیشه. ما که با هم دیگه زندگی کردیم یه سال میشه. من یه سال من یه پرسش قبلا داشتم، شما هر دو چی خوندی چه میکنی؟ شغل و کارتون؟ هر دو تامون. آقای دکتر من تحصیلات عالی ندارم، دیپلمم ولی خب اینجا رشتم آرایشگری و ایشون هم مغازه دارن. ایشون هم دیپلم دانشگاه ندارن، تحصیل دانشگاهی ندارن. اگر درآمد شما 100 پونده، درآمد ایشون چقدره؟ دو برابر شاید هم بیشتر. آره. بعدش آقای دکتر بعد ایشون اومد وارد زندگی من شد. بعد ما بعد یه سال صاحب یه فرزند شدیم. حالا اول همه چی به خوبی میگذشت ولی ایشون الان فرزندتون چند سالشه؟ 5 سالشه. پسر یا دختر؟ ایشون اوایل رابطه حتی اقامت هم نداشت، اقامت رو فرزند من گرفت. من اقامت داشتم، من اقامت دائم داشتم، فرزند داشتم، خونه داشتم، ولی ایشون نداشت. ایشون حتی اون موقع شاگرد بود، یعنی اگه اون موقع درآمد ایشون حتی 1/4 من بود اون موقع. و من برگشتم گفتم حالا مثلا فکر کردم خوب میکنم که ایشون بفهمه من دنبال پول نیستم، دنبال فرزند. اگه به خاطر بره پیشم بود، مغازم، ماشینم، اگه به جایی برسه بفهمه. من حتی دو تا حلقه رو، یعنی آدم در زندگیش تصمیم برای ازدواج میگیره که یه کسی 2 سال دیگه 10 سال دیگه فکر نکنه که این برای پول اومد سراغ من.
این شد مبنای قضاوت عزیز. اصلا فکر کنی اگر یه نه اخذب کنی شما که میشه پشت سر هم اشتباه کنی بعد بگید اشتباه اینکه بازی شد. بله. اشتباه که آدم بله. منم پنج نفر تا حالا چاقو زدم ولی اشتباه کردم. آخه کی قبول میکنه عزیز؟ آخه من حرفم این است که شما اصلا چه اهمیت داره که کسی به خاطر پول، به خاطر زیبایی، به خاطر خوشتیپ بودن، خوشگل بودن، خانه داشتن، تحصیلات، هوش، عقل به کسی علاقه بشه؟ چه اشکال داره؟ که آدم میخواد به ثابت کنه که من به این خاطر مثلا میخواستم خودم خوب نشون بدم که من دنبال پول نیستم و فردا یعنی به جایی رسیدی نهی به خاطر خب حال بگه حالا بگه اصلا به خاطر پول بود الان دارم فکر میکنم اشتباه بود. بعد آقای دکتر بعد اینکه فرزند ما دنیا اومد ایشون 180 درجه عوض شد، مثلا طوری که امکان داره خودش هم اینا رو بشنوه، بعدن طوری که مثلا برای بچه من کالسکه نخرید، سیسمونی نخرید، خودم خریدم، ولی نگاه میکردم از اون ور داره برای برادرش ماشین میخره، از اون ور داره برای برادر دیگه چهیزیه میخره. اینی که نداشت یعنی مثلا در حد 8000 پوند و 9000 پوند خرج میکرد، در صد که شاید سیسمونی کل بچه هم مثلا 1000 پوند. بعد که بچه دنیا اومد من دیدم این خیلی عوض شده، طوری که اصلا به من بیمحلی میکرد، تمام روز این کودک با من بود و یک کودک بیقرار بیخواب بود که من کلن باید اینو توی کالسکه میگردوندم که میخوابید، حتی در زمستان من بارونی تنم میکردم روی کالسکه انتلاستیک میبشوندم با آب جوش شیر خوش خیابونا رو بگرد کل تابستون که من همیشه تو پارک بودم، که این بچه ولی این آقا به شدت کم محلی خیلی زیاد میکرد، طوری که حرفای خانوادگیش از من پنهان بود، درآمدش از من پنهان بود و من میگذشتم، من فکر میکردم این به خاطر اخلاقشه. بعد تا پارسال این به مدت 3-4 ماه به شدت با من یعنی بازی روحی روانی میکرد، من طوری هم با من برخورد میکرد که من تو مغازش نرم، مغازه‌ای که دخترم میبردم نزدیک پارک بود، من ماشین داشتم، یه روز گریه کرد، پارسال 4 سالش بود که ما بریم تو مغازه بابا، من رفتم دیدم این روزای شنبه یه شنبه فول تایمه، نیست، شاگردش اونجاست. پرسیدم آقای فلانی کجا، گفت 3-4 ساعت رفته و من نمیدونستم این چرا رفته و من این مدت من خودم شخصا از مردی که مثلا ریش شوهر خودم رو دارم میگم ریش بذاره بدم میومد، این 3-4 ماه بود استایلش باب من نبود، رفتارش، تایمایی که میومد خونه. یه بارم شب بود دم مغازه شستم، قرار نبود من برم، یعنی یه خانم نومد بغل کرد سید و رفت، پرسیدم این که، گفت این مشتری مغازه منه، من در طی 11 سال اینجا پرسیفایی که صدای منو بعدم میشنون هیچ خانمی بی خودی که مردی رو بغل نمی کنه. آقای دکتر بعد این یه روز اومد خونه، نوبت دو وکیل داشت، اومد من کبودی بغل گردنش رو دو جا دیدم، کبودی که خیلی معذرت میخوام جایی مکیده شدن بود، یعنی علنا من بعدا نشستم وقتی پازلا رو بغل هم چیدم، این مرد چرا با من عوض میشد، چرا مثلا به من پشت میکرد، چرا من گریه میکردم که بابا خفه شدم با من حرف بزن، هیچی نمیگفت، مثلا هیچ محبتی نمیکرد، علتاشی بود این استالایی که عوض میکرد، زنگ میزدم کجایی قطع کن با دوستام، من باید قطع میکردم، اینی که وقت نمیذاشت. بعد فهمیدم این با همون خانم، البته دوست دخترش شده بود، گذری با کسای دیگه بود، بعد هم تو موبایلش شاید شماره 20 خانم رو در آوردم بلاک شده بودن. خب همه اینا معلومه، الان تمام شنوندگان خوب و عزیزی که دارن گفتگوی من و شما رو میشنون مطمئنن شما دلتون مخواسته ندونه، دلتون مخواسته نفهمید، میخواستید اهمیت ندید برای که بازی خود بلو و الا این کارا یکیش سب کنید، یکیش کافیست که شما نه رابطتون خوبه، نه حرفی برای گفتن شنیدن دارید، نه زندگی با هم دارید، ایشون صمیمی نیست، صادق نیست، وفادار نیست، همه اینا روشن روشن. شما دلتون میخواد چی مثلا آخه چه اهمیت داره که چی میگفت، چه اهمیت داره چی میگفت، برگرده به شما بگه بحثم میشد با ایشون یک ساعت بعد یه چایی میبردم، من دعوا که میکنم نهایتش یه ساعت نیم ساعت کلا یادم میره، ولی یعنی ایشون مثلا میگفت به خاطر این من با تو صحبت نمیکنم، فلان روز تو به من سحر زدی، غرور منو شکستی، من میذاشتم پای اخلاقش، نمیدونستم این ببخشید عزیزم آخه شما رو خط رادیو هستید، ممکنه من بگید اخلاق یادم این چی، من اگر فوش میدم حرف زشت میزنم میذارم به حساب اخلاقش، خب مثلا اینکه آدم بدیش به همین اخلاقشه و بد حرفیشه،
یعنی چی میذارم به حساب عقل؟ شما برای خودتون یه دنیایی دارید که یه چیزی رو عزیزم آخه اینا رو خط رادیو دارید صحبت میکنید، اینش من شنوندگان ما تو مفهوم ما شون چی میگی؟ یه چیزی همه چیزش خرابه، همه چیزش مشخصه، چپ راست این بر اون بر، بچه حرف نزدن، آدمای مختلف، کارایی که میکنه، غیب شدناش، همه اینا، و شما همه اینا رو گرفتید که هیچی نیست، همه چیز عادی و معمولیه، که حالا چرا با من حرف نمیزنی؟ آقا شما حرفی برای گفتن شنیدن نداشت، چون رابطه با هم نداشت. من عادت دارم حتی موقعی خواب همیشه صدای شما بالای گوشم سرش میاد. نه اونو ولش کنید. خیانت. و این همیشه یعنی با صدای شما میخوابم. شاید باور نکنید. عادت هم شب و روز هر موقع. بعد آقای دکتر دقیقاً 8 ماه پیش بود من اینو دیدم. قبلش این ساک خودش رو بسته بود، دنبال خونه میگشت. من به همه چی فکر میکردم، چون یاد فکر کردم چون قرآن خورده با قسم خورده با خورده که خورده مال قبل بوده. آره بعد که کبودی گردنشو دیدم حتی فکر کردم شاید من از عکس گرفتم، مثلا به چند نفر میگفت کمربند من ماشینمو بستم، کمربند ماشینم بوده و امروز کوله پشتم، هر چی حتی کوله رو پشتش کردم، کمربند ماشین اونجای گردن و اون قسمت رو نمیگرفت و من فهمیدم چیه. به مدت 35 روز کات شد، میدونی پادرمیونای همه و بعد این آقا بلند شد در این 35 پادرمیونای همه یعنی چی؟ پادرمیونای همه پادرمیون دوستا و آشنایان که ایشون بله من کردم اشتباه کردم منو ببخش و من به تو قول میدم و نمیدونم همه چی، انگار خودم خواستم دوباره خودم رو گول بزنم. این شخص برگشت ولی آقای دکتر از اون 10 ماه به هیچ عنوان دیگه بهش اعتماد نداشتم. اگه میگفت من دارم مثلا تا اتاق بالا میرفت من بهش اعتماد نداشتم به هیچ عنوان. رابطه من دیگه البته نگفته نمونه، در طی این 8 سال که همیشه شما دیدم میپرسید، رابطه جنسی ما خوب بود، یعنی تنها چیزی که سر جاش بود رابطه جنسی خوب بود. من فکر میکردم اگه ایشون با من قهره من رابطه مو ازش نگیرم که نکنه به خاطر رابطه سراغ کسی بره. بعد این شد سراغ شخصی رفته بود، اون شخص انگلیسی صحبت میکرد، انگلیسی ناقا دست و پا شکسته است، یعنی نبوده مثلا بگم به خاطر بعضیا پناه میبرن از بی‌محبتی برای حرف زدن، که قبول ندارم رو نمیخوام بگم خوبه. اصلا نفهمم شما دنبال چی هستید عزیزم. شما یه آدمی رو دارید توصیف کنید که هیچیش درست نیست. ایشون بعد آقای دکتر برگشت تا حدوداً چند روز پیش یه دفعه بلند شد رفت مغازه، شاگرد زنگ زد بارون بیا منو برسون، چون انگلیسی که اینجا میگن تا این وقت خیلی بارون میاد. یه دو تا موبایل داد، یکیش جا مونده بود. اصلا به طور کنجکاو تو این 10 ماه نرفته بودم، رفتم تو موبایلش دیدم توی گروه تلگرام یک خانومایی که شرمنده رو میگم مخصوص چیزای بدن حکی نبگم با اونا چت کرده، بلاکشون کرده 5-6 تا خانومن و حدوداً 20 تا نامبر بدون اسم سیف شده اینا بلاکن. به 3 تا زنگ زدم، 3 تا از شماره ها خانوم برداشت، دیگه حرفی نداشتم برای گفتن و برگشتم با اون کسی که پادرمیونی کرده بود، اشخاصی که 10 ماه پیش، گفتم ببین من همچی چیزی رو دیدم. این برگشت گفت آره مال همون موقع است، من تازه دیدم، برای اون موقع بود، برای هر موقع بود تمام، من تازه دیدم و الان هم من تصمیم نهایی خودم رو گرفتم که نمیتونم. این شخص شاید از نظر مالی به من کمک میکرد، مقدار زیادم کمک میکرد ماهانه که من دیلم رو بدم، تکسم رو بدم، برای خرجم باشه. تنها در رخت خواب در شب من احساس میکرد یه مرد کنارمه و از نظر مالی، ولی از نظری که مثلا برادر خودش تو روی من، یه چون از من خوشش نمیومد، یه حرفایی گفت که اصلا گفتنش من درست نمیدونم. حتی به دختر من که اون موقع دختر من 2 سالش بود گفت همین دخترت شد 14 سال دم در یه صندلی بذار مشتری براش را بنداز، تا از وقتی زن گرفتی فلان شدی، نمیدونم دی ان ای بگیر بچت مال خودت نیست. بعد داداش هم شوخی کرد، گفتم اصلا اون شوخی با من نداره، اون اصلا آدمی از من متنفر. من گفتم یه آدمی مرده، شما میخوایدی توصیف کنید که لباسش سفید بود یا مشکی بود یا کفشش قهوه‌ای بود، آخرا چه اهمیتی داره؟ شما یه چیزایی که واقعی است و مهم است و اساسی است
همون رو نادی گرفتی سراغ این است که برادرش چی گفت اونم در مقابل چی گفت. حالا روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم ببینیم که میخواید پرسش یه مسئله کدام است. آقای دکتر جانم صدامو دارید. آقای دکتر بعد من همیشه صحبت های شما رو که میشنوم آقا چه ارتباطی به زندگی شما داره عزیز من؟ شما یه چیزایی میگید که خب چرا این کار بکنه؟ خب چرا بگی واقعا شما این کار دارید میکنید؟ او چرا این کاری کرده؟ او 20 تا علامت نشون داده که 100% از نظر شما و دیگران این کاری که میگه رو دروغ میگه، ای میگه کردم نکرده و برعکس. شما دلتون میخواید ایشون پنهان میکنه، شما پنهان میکنه. شما دو چیز با این آدم دارید، یکی پول رو میگید کمکتون میکنه، دوم رابطه جنسی خوبی دارید، همین. ولی چرا انتظار دارید که یه مرد خوب پدر شوهر وفادار صمیم باشه؟ تازه اگر من درست شما رو فهمیدم ازدواج هم که نکردید، همینجوری از هم بچه دار شدید و هم زندگی کردید. شما انتظار چی دارید عزیز؟ این شمایید که با واقعیت کاری ندارید، انکار میکنید، خودتون رو فریب میدید، خودتون رو گول میزنید، به خودتون دروغ میگید، مسائل رو نادیده میگیرید، هر جا دلتون خواست یه بازی در میارید. بعدم اصطلاحتون حرفای ایشونه، من نمیرسم ایشون خداست، کلامش کلام آسمانیه که میشه بهش استناد کرد، اتکا کرد، چه مثبت چه منفی، هیچ حرف بی‌معنی. شما مگر دنبال این هستید که کسی کمک مالی بهتون بکنه، رابطه جنسی هم داشته باشید، ایشون برای این هست، یه بچه هم مشترک دارید. اما اگر انتظار دارید ایشون شوهر بشه و همسر شما باشه و پدر برای بچهش باشه و اینا، اصلا به ایشون نمیخوره این چیزا. بعد آقای دکتر الان دوباره برگشته، بعد به هیچ عنوان که اقرار نمیکنه که قبلا اقرار کرده. آخه عزیزم اقرار اعتراف برای چی بکنم؟ مثلا تعجب میکنم از شما. آیا اصلا این مبنایی است که آدمی باید بیاد اقرار بده؟ مثلا بکنه چه فرقی میکنه؟ خب برای چی بکنه؟ 50 تا 100 تا دروغ گفته بازم میگه. دوباره بیا با هم بیا، من قسم میخورم، من اگه کردم از تو ناراحت بودم، عصبانی بودم، از در زدم بیرون، از دل من در نیاوردی. و من مثلا عزیز من هیچ مردی نمیتونه بگه من وقتی با زنم مسئله و مشکل دارم، با دوست دخترم مسئله و مشکل دارم به خاطر بدرفتاری او، کار او، حرف او، رفتم با یک کسی دیگه، جایی نداره. خب چرا ایشون دوتا آدم دیگر نرفته بکشه؟ آخه این حرفا چی؟ شما چرا برای خودتون گول میزنید که ایشون میفرماید؟ ما ازدواج شرعی کردیم ولی ازدواج ثبت اینجا نکردم. خب خیلی خوب، اونو من نمیدونم تفاوتش چیه، چه اهمیتی هم داره. خیلی خوب، بسیار خوب، حداقل پیشگاه خدا گناهکار نیستید. خیلی دلتون به این خوشه. بعد آقای دکتر میمونه، من که تصمیم خودم رو گرفتم، ولی خب من انگار خودم یه جورایی میخوام خودم رو گول بزنم، ولی این دفعه اصلا بهش اعتماد ندارم به هیچ عنوان. میگم حتی میگی یه جایی میره من نوبت دکتر دارم، من اصلا اعتماد ندارم. یعنی اون خانم، چون خانمه رو دیدم، خانمه رو با چشمای خودم دیدم، ولی از ماشین پیاده نشدم. گفتم اگه پیاده بشم، حتی به خانمه میگم چرا شوهر منو بغل میکنی؟ چون این یه کاری طوری بود کارش که همیشه بیرون بود و به این شخص گفته بود من سینگلم، من زن ندارم. چون به هر زنی که اینجا، اون زنم خارجی بود، بخواد بفهمه تو زن داری وارد رابطه باهات نمیشه. حتی به حدی که مثلا به این خانم اجازه داده بود روی بدن این آثار بذاره، گرچه حدوداً 4 سال بود که به هیچ عنوان نمیذاشت. بالاخره همسر من بود توی یه رابطه، یه موقعهایی من اگه دهن برای گردنش میبردم توی اون حس حال میکشید بیرون که گردن منو کبوت نکنی، یا من دوستام نباید ببینن. ولی به حدی به اون خانم فهمونده بود که من تنها هم و تو میتونی، یعنی اون آثار رو من روش دیدم. و الان دختر من 5 سالشه و به پدرش وابسته است. پدر خوبی نیست. اگه پدر خوبی بود حداقل به فکر بچهش بود، وقت برای بچهش میگذارم. در این زن بزرگ شده، حرف میزنه، از نپی گرفتم، شاید بعضی موقع میبره یکی دو ساعت بیرون با خودش. الان در این 1 سال 4 سال گذشته به هیچ عنوان هیچی راخته نمیگرد. ولی الان میگه باید بچه رو به من 3 روز دانم بدی، 4 روز به تو. خب این یه دختر بچه هست، عادت داره با من میخوابه، باباشو دوست داره، باش میگه بیرون، وقت میگرونه، ولی شب نباید با اون بمونه.
چون اون دوستایی رو داره که مجردن میاره، به هر حال امکان داره که سایی تو خونش بیان برن. من نمیخوام دخترم اونجا بره. آیا این نظری که من دارم بهش میگم که مثلا تو میتونی بچه رو ببری ولی شب برگردون، این خودخواهی منه؟ ابدا به هیچ وجه. بله به شما بازم من نمیدونم شما مال کدام دنیایی چطور. ما پامشیم از غره گذشته هم میم تو لندن، باز هنوز یا انگلستان همونجوری هستیم. عزیز من شما یا به توافق میرسید که خیر صلاح این است که بچه مثلا با توجه به اینکه دختره کنار شما باشه، پدرش هم میتونه ببینه، پدرش میتونه بیاد ببینتش، بره بیرون برگرد. ولی اینکه بره شب بمونه کار درستی نیست. و احتمالاً اگر به دادگاه هم برید، دادگاه هم همین حکم صادر میکنن که پهلوی شما باشه. نتیجتاً اوقات ملاقات به او میدن که بچه رو دو دفعه سه دفعه در هفته ببینه یا روز ببینه، ولی شب باید بیاره یه جایی باشه. معمولاً احکام دادگاه ها مخصوصاً وقتی داستان های دوزی داده بشه چنین. بنابراین اگر ایشون موافقت کرد، ولی برای چی بچه رو میخواد؟ یه همچی آدمی میخواد هفته یه روز و روز بچه رو ببره چیکارش کنه؟ بله بسیاری از مردم سر بحث و جنگ و به عنوان نقطه ضعف شما این کارو میکنن، ولی من از 100 مورد 95 موردش 3 ماه بعد میان بچه رو تحویل میدن، میان خلاص. من این قدر دنبال زندگیش و همچین محدودیت و هر حال قید و بندی رو برای خودش نمیخواد. شما این که زندگی نیست. شما 4 سال پیش صحبت کردم، اون موقع دخترم 19 ماهش بود فکر کنم، 3 سال نیم پیش بود، نه 3 سال بیشتر میشه، 19 ماهش بود. اتفاقا توی آرشیواتونم هستن. اون موقع برگشتین شما همون موقع به من گفتید که اون موقع من خیانتشو نمیدونستم، فقط اخلاق بعدش رو محبت نمیکرد و با بچه خیلی بد دهن بود و اینا. شما برگشتی به من گفتید که فایده ای نداره و اون موقع این شخص رفته بود به مدت 21 روز و سمای دور میخواد برگرده. شما گفتی برگرد اگه خودت دلت میخواد برگردون، ولی همون حرف شما شد و حرفایی که راجع به خیانت میزنید کسایی که بیشتر از 63 سال اگرم میگن بخشیدیم، منم دقیقا همون احساس کردم. 10 ماه پیش میتونم ببخشم ولی اصلا نبخشیدم، خیلی بدتر شد حالم، طوری که وقتی تو خونم بود اصلا نمیتونستم بخوابم. من بیخوابی شدید اومده بود سراغم، استرس، تنش بسیار شدید، انگار یکی مثلا میخوابیدم یک شب دو شب بعد چهار و پنج، انگار یکی منو بیدار میکنه. همین الانم با یه خبر بسیار بد، با تنش و استراب که کسی پیشمه، کسی رو بخشیدم که خیانتکاره، میدونم میکنه. اگه دفعه قبل آثار رو بدنش بود و بسیار حاشا کرد، حالا مثلا نیست دیگه، خب من کردم این مثلا این شماره مال مشتری مغازم، خب مشتری باشه زنگ بزنه، یه خانم زنگ بزنه بگه من اینو میخوام، چه اشکال داره؟ چرا بلاک کردی؟ 20 خانمو چرا بلاک کردی؟ 15 خانمو چرا باید بلاک باشن؟ من از کجا میدونم تو سوار ماشین نشی اینا رو آن بلاک نکنی و دوباره شروع نکنی به صحبت کردن. و من مطمئن بودم از تصمیمم، ولی از اونجایی که خیلی شما رو قبول دارم، دوست داشتم، چند روز خیلی تلاش میکنم، نتونستم تماس بگیرم باهاتون. میخواستم اینم از شما بشنوم، ببینم اینکه تصمیم من قطعیه اشتباه نباشه، یه روزی پشیمون نشم. اگر مطلبی به این آشکاری شما هنوز در امر شک دارید، چرا فکر نمی کنید که ما اصلا چیزی به اسم تلفن نداریم، کشوری به اسم انگلستان وجود نداریم که راحتر میشه تو شک کرد؟ آخه عزیز شما چند هزار تا چند صد تا دلیل میخواید برای اینکه این رابطه بی‌معنی خالیه؟ شما گفتم شما پول ایشون رو میخواید و رابطه جنسی خوبی با هم دارید، یه بچه هم ازش دارید، به همین قناعت کنید. هر گورستونی میخواد بره بره، با هر کی میخواد باشه باشه. شما ادعای چیو دارید؟ انتظار چیو دارید؟ ای میخواید، ای نمیخواید هم خداحافظ. در جهت بچه هم به هر حال صلاح شما و بچه، صلاح اول بچه اینه که با شما باشه، پدرش هم بیاد او رو هفته یکی دو دفعه چند ساعت اینجا اونجا ببینه. به همین سادگی قبول کرد کرد، اگر نه معمولا دادگاه من نمیدونم ولی به این حکم میده. بنابراین بعد هم میشه هزانت بچه و کاستدی بچه و قانونن هم معلوم میشه که بچه با چگونه زندگی کن. ولی شما چرا همه چیز بخواید به هم زنید؟ چرا شما انتظار یه رابطه درست سالم از این دارید عزیز؟ شما پشتید رفتید توی هتلی یه شب میخواید بمونید، چرا یه دفعه تصمیم گرفتید میخواید هتل رو بخرید؟ الو، این آدم برای شما پول رو داره، رابطه جنسی هم که داره، تموم شده.
آقای زو من اینا رو اینا اصلا نمیخوام. من دنبال پولش بودم روز اول نمیرفتم باشم. عزیزم دنبال پولش عزیز من چرا پرت و پلا میگید؟ دنبال پولش نیست چون خرج زندگیتون بیش از اونه که خودتون در میارید. یکی میخواید کمکتون کنه یا بچه هم که دارید بگونم متعلقه درآمد خودم شفاف میده. درآمد خودم تو اینه که اگر هم نباشه میتونم زندگیمو بکنم. من خودم خونه خودم رو دارم، ماشین دارم، مغازه دارم، ملک دارم. من نگفتم ندارید، ولی شنوندگان خوب و عزیز شنیدن که ایشون درآمدشون خیلی بیشتر از شماست، به شما کمک مالی یا پول میدن برای خرجو. شما الان فرض کنید تو خونتون یه چیزیه که خودتون نمیخریدید، او خریده یا پول داده خریدید. عزیزم بیا تغییر ندید موضوع رو. من به خاطر پول نیست، کی گفته شما به خاطر پولی؟ ولی من حرفم این است که شما دنبال یه مرد 35 از شما 5 سال کوچکتره، توی سنی هستید، آمدید رفتید، ازش بچه دار شدید، یه نخواستید چرا عقد قانونی هم بکنید. اصلا نمیخوام وارد اون بحثش هم بشم. الانم با توجه به اطلاعاتی که میدید اسم این زندگی زناشویی نیست، اسم این صمیمیت و صداقت و پاکی و اعتماد و اطمینان و هیچی نیست. حالا شما به زور میخواید نگرش دارید؟ نه، پس بخواید تمومش کنید. خب بخواید تمومش کنید، گفتم دو تا گزینه دارید. میتونید تعهدتون نسبت به هم محدود باشه که بره دنبال زندگی خودش، ولی در خصوص بچه هم تکلیف روشنه. و بنابراین آقای یک سوال، به نظر شما آیا این طبیعیه که کسی، یک شخصی مثلا حتی بعد 8 سال رابطه، 8 سال زندگی، مثلا روزی 2-3 بار رابطه بخواد؟ این طبیعیه؟ مثلا من مثلا اگه کسی رابطه جنسیش خوب باشه شاید مرد دنبال چیزی نره. کسی که این همه شما برای خودتون تئوریایی دارید که اصلا یه چیزای عجیب و غریبی دارید. شما من میفرمایید که ایشون اگر درست فهمیدم یه همچین تمایلات داره، خوب هستن، آدم هایی هستن، ولی 1-2% مردم مسئله طبیعی نیست. تمایلات جنسیشون بیش از اندازه است. آدم هایی هستن که هفته 1 بار رابطه رو میخوان، فرض کنید تو سن و سال ایشون. آدم هایی هستن که هفته 21 بار میخوان. همش هم طبیعی است، از طبیعت رو در اون میاد، عادی معمولی نه. 90% مردم هفته 2-3 دفعه رابطه جنسی براشون بین 20 مثلا تا 60-70 سالگی عادی. شما هایدار ایشون سراغ کسایی میرن که اصلا با شما هستم. چه اهمیتی داری موضوع؟ من اصلا تعجب میکنم از شما. من دارم میگم یه آدمی مرده، شما که حافظه بگم پیرنش هم آبی بود، سفید نبود، مثلا اهمیتی داره؟ شما چرا خودتون رو مشغول این موضوع کردید که ایشون دنبال چه کسی میره چی میره؟ خاطر حسادتی که در من هست. حسادت؟ شما رفتید یه مردی رو گرفتید که اصلا ارتباطی با شما به اون صورت نداره. حسودیتون هم حسودی که نیست، برحقیقت یه جنگی است که داشی از انتخاب غلط است که همجوری هم ادامه دارید. به هر حال هر جور که دوست دارید عمل کنید، ولی لطفا دیگه هم تلفن نکنید، چون فرقی نمی کنید این حرفا. اینقدر مسئله روشن و آشکاره که هر کسی می فهمه چه باید بکنه و درست و غلطش کدامه. شما هم خودتون رو به اون راه نزنید. بعضی از چیزها رو دوست ندارید، بعضی از خودم اهمیت نمیدید. حتی من دیدید خدمتتون عرض کردم براتون سخت و سنگینه، ولی متاسفانه این از همه راحت تره که با هم باشید. ایشون هم اصلا دنبالش نرید، کاری هم به کارش نرید. اگه میخواید، اگه نمیخواید از اینکه با یک کسی دیگه باشه ناراحت بشید و با هم میریزید، خبر بد براتون دارم. ایشون حتما خواهد بود و خواهد رفت. حالا میخواید چیکار کنید؟ بنابراین مواظب خودتون و دخترتون باشید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خوب هستین شما؟ متشکرم، خوبه. خوب بفرمایید. خیلی هم عالی. آقای دکتر من یه سوالی داشتم، میخواستم بدونم که مشکلاتی که توی زیر 8 سال اتفاق میفته، مثل رها شدگی، مثل عادت و اعتیادی که حالا به وجود میاد، اینا رو الان که حالا مثلا توی بزرگسالی هستیم چطور میتونیم این اتفاقات و اون چیزایی که حتی میدونم از کجا میاد، یعنی با توجه به چیزایی که خانواده برام تعریف کردن و صحبتایی که با خانواده شده، میدونم حتی این حالت رها شدگی من از کجا میاد، ولی با وجود اینکه روانشناسم رفتم حدود 20 جلسه، ولی متاسفانه هنوز ترس از رها شدگی دارم، هنوز عادت و اعتیاد دارم و توی یک رابطه‌ای که
مطمئنم غلطه و اشتباه، موندم همچنان. میخواستم ببینم چطور میشه این شما کاره این ازم. اگر من و شما اگر دست و پامون شکسته چیکار میکنیم؟ میریم دکتر. بعد به ما اگر گفت این کارا رو بکنید یا نکنید که ای بسا 2% معالجه امام هست رو انجام میدیم، بقیهش کار اوناست، کار شما نیست که یه مسئله عمیق سنگین مربوط به 8 سال اول رو به صرف اینکه چراییشو میدونید که فرقی نمیکنه از شما بدونید پای من از پله افتادم شکسته یا تو تصادف شکسته، موضوع حل میشه؟ و اون که کمکی نمیکنه. بعدم اینکه 20 جلسه رفتید یک با 200 جلسه هم برخی از اوقات این چیزا خوب نمیشه. یعنی اینا مسئله بسیار عمیق و سنگینی است که تو وجود شما نشسته، درست مثل اینکه من بگم من تو ایران بودم فارسی بلدم، ژاپنی بلد نیست، حالا میخوام الان ژاپنی یاد بگیرم. خب ای بسا 8 سال بعد روزی 5 سال 10 سال ژاپنی کار کنم تا یاد بگیرم. بنابراین اون انتظار و توقعتون با واقعیت ها نمیخونه. برای مسائل روانی چیزایی هست که ما هستیم و وقتی هستیم باید این هستی رو به یک ادوار نیست کرد، یه هستی تازه درست کرد، یه چیزی سر جای اون گذاشت و این از یه طرف همه جانبه باید باشه، بعدم تازه برمیگرده به شرایط و زندگی ما که آیا دوربر ما همچنان اون حوادث و اتفاقات دارن نمکی به روی زخم میپاشن، زخمای تازه‌ای میزنن، زخما رو به عفونت تبدیل میکنن. این مسئله به این سادگی ها نیست عزیز. ماجرای آسیب 8 سال اول کودکی بسته به این، مخصوصا اگر نسبتا شدید بوده یا زیاد بوده، برخی از اوقات 8 سال هم کار تراپی درستش نمیکنه. من نمیدونم آقای دکتر چجوری براتون بگم. خب شما یه مشکل از وسط این مشکلات بگید، بی خودی هم به این چیزایی که احتمالا اینجا اونجا شنید، یعنی بگید یه چیزی که شما رو مثلا اذیت میکنه، آزار میده چه هست، یا یه اتفاقی که براتون مهمه چه هست. بله، من حدود 9 ساله که توی رابطه متأهل هستم، توی رابطه ای که هستم این رابطه رو نمیخوام دیگه، و 5 ساله که به این نتیجه رسیدم که این رابطه خوب نیست و باید ازش بیام بیرون. نه نه سب کنید، شما چند سالتونه؟ نه سب کنید، من 27 سال و 6 ماهمه. حالا جزش مهم نیست، ایشون چند سالشونه؟ ایشون 35 سالشونه. اوکی، ایرانی هستن؟ بله. شما از کجا تلفن میکنید؟ از ایران تماس میگیرم. به من بگید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من لیسانس ژنتیک دارم، ایشون فوق لیسانس روانشناسی دارم. اون وقت شما ایشون چی کار میکنن با فوق لیسانس روانشناسی؟ ایشون توی همین حوزه کار میکنن. شما قبلا هم اومدید با من صحبت کردی؟ بله بله، قبلا هم یه بار دیگه صحبت کرده بودم با تو. خب من اون دفعه در خصوص اینکه ایشون جایی که کار میکنن به عنوان روانشناس باشن در ایران قواعد رو الان نمیدونم، ولی با یه فوق لیسانس که نمیتونن کار روان درمانی انجام بدن میدن؟ خب آقای دکتر این یه جریان داره، من اون سری قطع شد تلفن نتونستم بهتون بگم. این ایشون از طریق اینستاگرام و اینا تونستن جذب بکنن و در واقع مراجعین خودشونو دارن توی حالا هر کلینیکی که میرن. خب تو امریکا و... اگر بودن میرفتن زندان. خب حالا آخه اگر کسی اونجا... عزیزم اگر یه کسی اجازه این کارو نداره که از طریق اینستاگرام و نمیدونم از طریق وسایل. بله شما درست میگین. خیلی خب حالا بیاد از اون بگذریم. خب همینجا اصلا شما ازدواج با هم کردید یا نه؟ بله ازدواج کردیم، ما 3 سال عقد بودیم، یعنی من 18 سالگی ازدواج کردم، 3 سال عقد بودم و الان حدود 6 سالم هست که عروسی کردم، ولی از همون اول عروسی متوجه شدم که بعد این رابطه رو تموم. حالا میرسیم به بایدش. فرزندی هم دارید یا نه؟ نه.
خب حالا به من بگید که دو تا دلیلی که شما میخواید جدا بشید چیه؟ دو تا عیب و ایراد ایشون یا رابطه چیه؟ عیبای خیلی زیادی هست، ولی اگر بخوام بزرگترینشو بگم، اول این که ایشون در همون ابتدایی دوران عقد ما خیانت کردن و من خیلی اون موقع خیلی به هم ریختم، چون رابطمونم عاشقانه و خیلی از عاشقانه شروع شد و اینا، خیلی به هم ریختم. ولی خب ایشون با صحبتایی که با من کردن و قول دادن و این چیزا، گفتن تکرار نمیشه دیگه و منم موندم توی رابطه. ولی خب بازم این خیانت رو همین دو سال پیش مجددا تکرار کردم، این یکیش. و اینکه همون سه سال اول من به این نتیجه رسیدم که باید تموم بکنم، به دلیل اینکه ایشون تمام ویژگی های آدم خودشیفته رو، اون 50 ویژگی که شما میگین و تقریبا 4 تاشو ندارن، بقیهشو همشو دارن و به شدت تحقیر میکنن، به شدت سرزنش میکنن و توی خانوادهشون هم کلن زن نقش برده رو داره، یعنی هیچ شکل محبت و احترام و اینکه حتی براتون بگم که مثلا اگر یک چاقو روی زمین افتاده باشه، یک چنگال روی زمین افتاده باشه و خودش انداخته باشه، میگه که تو آدم بی نظمی هستی که جمع نکردی. یعنی حتی میگم اصلا اصول اخلاق. شما به من بگید که فرزند چندم هستید عزیز شما؟ نه فرزند اول هستم. از چند تا؟ اون دوتا پسر هم دختر هم چیه؟ اون خواهر بعد از من 1.5 سال بعد از منه و برادرم 9 سال بعد از منه. حالا به من بگید، بیاد حالا کوتاهش کنیم ببینیم به کجا میرسیم. شما اگر بخواید جدا بشید از نظر قانونی، از نظر شرعی، چون در ایران هستید، در حدی که میدونید میتونید جدا بشید؟ نه متاسفانه من میگم 2 سال پیش که مجددا خیانتو یه خیانتی کردن، من رفتم اقدام کردم، ولی متاسفانه دستم به هیچ جایی بر نبود. نه خب همینی میخوام بپرسم، از نظر قانونی نسب کنید، اول قانونی در حدی که میدونی، چون من اینقدر تغییر در قوانین هست بدم برداشت شما من طلاق ندارم. اوکی. حالا ایشون چرا میخواد شما رو طلاق نده و نگه داره؟ نمیدونم آقای دکتر، ایشون هم میگن که من از تو خوشم نمیاد، ولی میدونم که با توجه به مطالعاتی که داشتی و میدونم که مادر خوبی هستی، ولی خب ایشون هم نمیخواد منو نگه داره، ولی میگه که تو همه این سالای منو حروم کردی. نه 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 بحث نکن عزیزم، حرف نامربوط نزنید، سب کنید عزیزم. من اصلا کاری ندارم به هر دلیل، شما میخواید جدا بشید، میگم ایشون ده. حالا به هر دلیل حاضره جدا بشه یا نه؟ اگر جدا بشه که مشکلی ندارید از نظر قانونی یا از نظر در حال قبل؟ آقای دکتر ایشون میگن که من میام و طلاقت میدم، ولی اینقدر تهدید بعدش میکنن، اینقدر منو میترسونن. نه نه بیاد حرف، آخه حرف نامربوط نزنه دیگه عزیزم. ایشون منو میترسونن، اونا که بهش میرسیم. شما رو عزیزم آخه ببینید یه ذره، من نمیدونم چرا امروز دوستان نمیخوان با واقعیت کار داشته باشن. حرف این از شما میخواید جدا بشید به این نتیجه رسیدید، ایشون هم میگید احتمالاً مخالفتی نداره، خب پس طلاق رو میگیرید. حالا بعد ایشون اگر مخالفن یه مسئله است، ولی اگر موافقن چرا تهدید میکنن؟ بعدم شما از چی میترسونن؟ یک بار که مسئلهش پیش اومد گفتن که من میرم ازدواج دوم میکنم و تو رو تا سالهای سال همینجوری که تو توی این 9 سال منو چرخوندی دنبال خودت، منم همین کارو میکنم تا زمان که پیر بشی. خب پس من تو رو طلاقت نمیدم، ولی میرم. خب منم به همین جهت است که من پرسشم از شما اینه که شما میتونید طلاق بگیرید یا نه، و ایشون میخوان طلاق بگیرید. ببینید عزیز، ما با واقعیت ها کار داریم. بله ایشون میخوان بیان شما رو طلاقتون ندن، بعد تشریف میبرن و ازدواج دیگری میکنند و طلاقتون نمیدن. اون دختر احمق ابلهی که بیاد
زن یه همچی آدمی بشه که بدون زن هم داره کیه؟ همجوری ریختن دخترها بعدم میمونه؟ آخه عزیزم نه آخه عزیزم چی نمیدن نه شلوغش نکنی آخه شما نمیخواید بیاد سراغ واقعی این تحقیدها معنایی نداره مثل که هزاران نفر ایرانی در هزار جا خود من صدها بار شنیدم میکشم نابودت میکنم شما که نمیتونید بر مبنای این زندگی کنید شما دارید به من میگید من که نمیدونم عزیز شما من میگید که من به این دلایل ناراحت و ناراضی هستم و میخوام جدا بشم منم میگم اگر ایشون حاضرن جدا بشن ساده است اگر نه خب معلومه بر اساس قواعد و قوانین مسئله دارید ولی اون تهدید دومیشون که من تو را نگه میدارم تا چنین و چنان بشی بعدم هست بنابراین تو مملکت به هر حال قضاتی وکلایی هستن که میدونن راههایی برای این کار اگر شما واقعا میخواید جدا بشید چه هست برای ایشون چه صرف و سرایی برش داره که جدا بشه بعدم شما میگی بازی سر من در بیاری منم هزار جور بازی میتونم سر تو در بیارم به هر حال آدم اگه بخواد یه کسی رو اذیت کنه اگر از خودش بگذره که میتونه بنابراین من هنوز عزیزم صورت مسئله رو اگر نفهمم متوجه نمیشم شما اگر بحث شخصی و روانی میخواید بکنید میتونیم بریم اونجا ولی اگر درباره ازدواجتون صحبت من فکر میکنم که الان صحبتاتون رو گوش دادم متوجه شدم که من مسئله من شخصی و روانیه یعنی من به لحاظ روانی نمیتونم در بیارم از خب نه خب همین هم میخواید خب به من بگید که حالا شما باید جواب منو بدید ولی من ترجیح میدم که بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم که وسطش نباشه برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم روی خط باشید لطفا شنگ و نجمند با ما باشید